جهان ایران رو پرژیا میشناخته، جهان ایران رو پرژیا میشناخته، پرژیا و بزرگیش هم در همین بوده، به خاطر که در روزگار عظمتش پرژیا بوده، در روزگار هخامنشیش، در روزگارهای بعد از هخامنشی پرژیا، پرژیان امپایر یعنی امپراتور ای پرژیا ایران، و در نوشته های یونانیان، رومیها، غیر ایرانیان پرژیا میگفتن و جهان ایران رو پرژیا میشناخت و این درست بود و این خوب بود. پرژیا میگفتن و جهان ایران رو پرژیا میشناخت و این درست بود و این خوب بود. پرژیا میگفتن و جهان ایران رو پرژیا میشناخت و این درست بود و این خوب بود. چون مدنیت این مملکت و روزگار عظمتش در این واژه پرژیا بود. مثل مصر، آقا مصر، ایجیپت، ایجیپت. حالا شما فرض کنید که فردا بخشنامه بکنن که به ما نگویید جیب، نگویید ما بگویید مصر. این دیگه هویتی نمیمونه برای این سرزمین تاریخی. این در واقع کار خیلی اشتباه و غلطی بوده. 1935 بخشنامه کردن به این سفارتخونه که به ما نگید پرژیا، به ما بگید ایران. این در واقع کار خیلی اشتباه و غلطی بوده. 1935 بخشنامه کردن به این سفارتخونه که به ما نگید پرژیا، به ما بگید ایران. به این کار اشتباهی بوده، خیلی اشتباه بوده. به این کار اشتباهی بوده، خیلی اشتباه بوده. در همه نوشته ها جهان ایران رو پرژیا میشناخت و تو هم در واقع یک فهوای پرعظمتی بود این پرژیا. در همه نوشته ها جهان ایران رو پرژیا میشناخت و تو هم در واقع یک فهوای پرعظمتی بود این پرژیا. و تو هم در واقع یک فهوای پر عظمتی بود این پرژیا. کردن شیران مثل ایران، مثل ایجیپت رو بگیم مصر کجاست؟ میگید مثل محله سعید بغل، بغل دست ارز کنم که همین آقا که پنچر میگیره بغل کسی نمیشد. باری اینم یه اشتباه بزرگی بوده که خب تحمیل شده از جهالت بوده، از نادانی بوده، از بیفرهنگی بوده، که حالا هیتلر گفته من آریایی هم، ما هم بگیم ایرانی و پرژیا رو بکنیم ایران که ما هم به هیتلر منصوب بشیم، هیتلر حتما جنگ رو میبره. هیتلر گفته من آریایی هم، ما هم بگیم ایرانی و پرژیا رو بکنیم ایران که ما هم به هیتلر منصوب بشیم، هیتلر حتما جنگ رو میبره. از این چیزای بیعقلی بوده دیگه در اون روزگار گذشته. حالا ما قبل از 1935 در تاریخ جهان جغرافیا کردیم شوری به نام ایران نداریم، شوری به نام ایران نداریم، شوری به نام ایران نداریم، پشتی هسته. ما قبل از 1935 در تاریخ جهان جغرافیا کردیم شوری به نام ایران نداریم، پشتی هسته. ولی من میخوام بگم که یک مشکلی که ما مردم افغانستان داریم این است که با این نامی که از عمرش 50 سالم نمیگذره یا 50 سال بیشتر که فارس خود به ایران تغییر داد، که علامه حبیبی و روانشاد میر غلام محمد غبار به وزارت خارجه افغانستان پیش زکریای رازی رفتن و گفتن شما باید اعتراض بکنین، در غیر از او تمام دستاوردها و فرهنگ این حوزه بزرگ مدنی به همین ایران امروزی تعلق میگیره، که دولت افغانستان مثل که امروز در برابر ایران خاموش هستن، اتفاقا همون روز هم خاموش ماندن. دولت افغانستان مثل که امروز در برابر ایران خاموش هستن، اتفاقا همون روز هم خاموش ماندن. ای در 1932 که پادشاه ایران نام ایران
انتخاب کرد و کلمه فارس از بین برد، با آنکه بعضی از دانشمندان بزرگ ایران اونا ادعا داشتن که ما افتخارات زیادی تحت عنوان فارس داریم، میره تغییر نده. ولی که این پادشاه ایران برای اینکه تمام حوزه مدنیتی آریا را تحت نام ایران محدود بسازه، به این خاطر یه نام ایران قبول کرد. چون ببینید دو کار خطرناک کرده ایرانی ها، یکی نام فارس به ایران گذاشتن که تعبیر از آریانا بکنه که آریانا ما هستیم. چون ببینید دو کار خطرناک کرده ایرانی ها، یکی نام فارس به ایران گذاشتن که تعبیر از آریانا بکنه که آریانا ما هستیم، در حالی که فعل آتشکده زرده در بلخ است، بله، نوبهار در بلخ است، اونها مصنوعی ساختن به ایران. ما در مصر بودم، امی پژوهشگرای مصری میرفتن میگفتن ما آتشکده زرده شده دیدیم. تو در کجا رفتی؟ میگه ما اصفهان. آیی خود در بلخ است، آلی در پالی خانه ماست، که ما از مزار شریف میگه در پالی خانه ماست. امی تو چطور؟ یا به طور مثال اینه میگه، یا مثلا امی تخت جمشید به کجا بود؟ در بلخ بود. بله. اونا در اون چیزی ساختن بنا موضوع ای. دومین بزرگترین جنایتی که صورت گرفته یکی از استانها ولایت خود خراسان نام گذاشتن. دومین بزرگترین جنایتی که صورت گرفته یکی از استانها ولایت خود خراسان نام گذاشتن. که چی بکن، یک خراسان که طرف تا بحر هند بود، این طرف تا بحر کسپیان بود، طرف تا ترکیه و طرف تا چین، و این خلاصه بکنه در یک ولایت خردتره که دیگه در زندگی سلطان زوی صدا تا بالا که افغانستان یک خراسان بود. اگر افغانستان یک خراسان بود، معنی جزی ایران بود. این در حالی که ما افغان ها یا ما مردم خراسان زمین اصیل یا آریانا سالها حکومت کردیم و امپراتوری در دست ما و شما بوده، اونها پارچه پارچه بودن. اگر شما از تاریخ مطالعه بکنید، پس اینا همه سرقت های معنوی است. در صورتی که خود همین نام ایران اساسا نام ایران به معنای آریانا و افغانستان جز آریانا بوده. درست فرمودید. اینکه مثلا زمامدارای افغانستان یک زمانی گذاشتم که نام مثلا فارس یا کشور همسایه ما بگیره، کشور هم فرهنگ و هم دین ما در غرب مثلا این نام بگیره، این مشکلی بوده که در اون وقت نمیدونستن اهمیت همین نام. طبعا هیچ کشوری در دنیا نیست که امروز مرزهاش بر خون مردم دیگری بنا نهاده نشده باشه. هر کشوری از آمریکا، ایران، عراق و اردن و سوریه، همه کشورهای به اصطلاح جعلی هستند که بعد از سقوط امپراتوری عثمانی به وجود آمد. هر کشوری از آمریکا، ایران، عراق و اردن و سوریه، همه کشورهای به اصطلاح جعلی هستند که بعد از سقوط امپراتوری عثمانی به وجود آمد. کشوری از آمریکا، ایران، عراق و اردن و سوریه، همه کشورهای به اصطلاح جعلی هستند که بعد از سقوط امپراتوری عثمانی به وجود آمد. اگر ما قرار است به قدامت تاریخی ایران و پارس بنگریم و قدامت تاریخی آریانای باستان ببینیم، آریانا قبل از پارس و ایران وجود داشت. آریانا قبل از پارس و ایران وجود داشت. آریانا قبل از پارس و ایران وجود داشته. پس آریانا را پارس و ایران آریانا را به وجود نآورده و بلخ هم موقعیت جغرافیاییش واضح است داشته. پس آریانا را پارس و ایران آریانا را به وجود نآورده و بلخ هم موقعیت جغرافیاییش واضح است. و متاسفانه ای که ما افغان ها و ما مردم از این خطه نتونستیم عنانات خود و تاریخ خود زود به جهان معرفی بکنیم و بهتر معرفی بکنیم، در حالی که در عین زمان باید بگوییم که ساحه فرهنگی که فعلا زندگی میکنیم ما دو که در ماورای سرحدات فعلی هر مملکت ما پیروان یک فرهنگ واحد وجود داره، این فرهنگ به همه تعلق داره و ما با بغض و تعصب طرفش نمیبینیم، اما دیگرها هم دزدی نکنن ایره، دیگرها هم دزدی نکنن ایره. من میخوام بگم که ایرانی ها اصلا، ما یک مقاله از یکی از دانشمندان ایران شنیدیم که او جدا مخالف این بود که چرا ایران نام خود از پارس به ایران تبدیل کرد. بله. گفت نوی تجاوز به حقوق مدنی تاریخی و فرهنگی تا
تمام کشورهایی است که در این حوزه بزرگ مدنی حضور دارند. ولی این با هوشیاری که یک علاقات معین فاشیستی و ناسیونالیست ایران و اون هم بعد از افکار ناسیونالیستی که در مثلا در اروپا هیتلر اینا با وجود آمد، این نام تغییر دادن. حالا چی شد؟ در ادبیات در شعر یک سنتی است که میگن تسمیه اسمی کل به اسمی جز، حالا در حقیقت همینطور یک گپ شده. حالا من این سخنی که از استاد حبیبی به شما گفتم ایره زمانی که محصل پوهنتون کابل بودم به گوش خود از رادیو شنیدیم که در یکی از کنفرانس ها میگفت که من و میر غلام محمد غبار همراه با چند تا از دانشمندان دیگر، نام گرفت که حالا در حافظه ایم نیست، رفتیم به پیش وزیر و برش گفتیم که در آینده تمام شخصیت های فرهنگی، تمام دستاوردها، تمام حماسه، تمام تاریخی که در این حوزه بزرگ وجود داره، این به همین ایران تعلق میگیره، چون همین ایران قدیم در نزد دیگرها حالا معرفی شده. امروز ما همین گونه میبینیم. امروز ناصر خسروی بلخی ایرانی است، ولی او فعلا در بدخشان خوابیده است. مولانا جلال الدین محمد بلخی ایرانی است و مثلا ابن سینا ایرانی است، مثلا سید جمال الدین افغان مثلا ایرانی است. ببینید تمام اون چیزها را گرفته. شما همیشه که ببینید می‌نویسه جلال الدین محمد ایرانی، مثلا دانشمند ایرانی، در حالی که سخن شما کاملا سخن بجاست که در یک حوزه مدنی مدنیت را اقوام گوناگون به وجود میارن و همه در این سعیم هستند. امی لحظه یک سخنی از یکی از کمونیست های ایران یادم آمد، از احسان طبری که کتابی داشت. شما ببینید که در بینش کمونیستی که تعصبات قوم و قبیله و زبان نیست، چون به انترناسیونالیزم پرولتری ایمان دارن، به اون چیزها او گفته بود که در برپایی کاخ شکوهمند فرهنگ و ادبیات ایران اقوام دیگر هم مثل برس افغانستان و تاجیکستان و چیا هم شریک هستن. بناهن افغان ها حق دارن که از حسن غزنوی و کشورهای آسیای میانه حق دارن که از رودکی و مثلا از کمال الدین کمال خجندی تجلیل کنن، حق دارن که تجلیل کنن. متوجه هستی پشت سری ازی چقدر یک تفکر فاشیستی وحشیانه ناسیونالیستی وجود داره و این برمیگرده به بی ارزگی های خود دولت مردان ما که باید این را چه میکردن. و از طرف دیگه من میخوام با دوستای خود بگم که این همه زیر تبلیغات ایران نباشن، که ما خود بگم خب جشن نوروز از شماست، جشن مهرگان از شماست، ای از شماست، ای از شماست، پس ما کی هستیم؟ هویت ما کجاست؟ من فکر میخوام بگم که کسی که گروهی که میخواه قومی را و سرزمین خود به هویت بسازند در تاریخ، بزرگترین دشمنش است. هویت ما در تاریخ ما نهفته است. این ما میبینیم. حالا یک مسئله دیگه هم براتون بگم که شما که شعرهای دوران سلطان محمود غزنوی را بخوانین، اینا را پادشاهان برام شاهنشاه ایران توصیف کرده. حال خوی ایران مرکزش خب بالاخره در امین چی بوده؟ در امین شهر غزنی بوده، ولی نه این ایرانی که امروز مثلا وجود داره. جز امپراتوری بوده. شما بدونین اکثر شماها از نژاد آریایی نیستین. به خود دلتون خوش به هیچ چیز نکنین. شما بدونین اکثر شماها از نژاد آریایی نیستین. به خود دلتون خوش به هیچ چیز نکنین. شما بدونین اکثر شماها از نژاد آریایی نیستین. به خود دلتون خوش به هیچ چیز نکنین. دیگه وقت که نیست. نژاد هیچ نژاد خالصی وجود نداره، زمینه که نژاد آریایی هم توفیه نبوده. مثل بقیه نژادا بوده. یک جوری میگه نژاد آریایی یه بخش مهم از دوران در نژاد آریایی بت پرست بودن. یه مدتی گاو پرست بودن. نژاد آریایی میدونین جزء آیین‌هاش مثل هندوها ریشه هاش یکیه. هندو آریایی اینا ادرار گاو رو به عنوان یک نوشابه مقدس میخوردن آریایی ها. حالا اگه دوست داری برو آریایی باش. اصلا آریایی بودن نمیدونم نژاد آریایی نه یک افتخار نه یک ننگه. همه نژاد ها نقاط مثبت داشتن نقاط منفی. ارزش های الهی در ایران قبل از اسلام هست که اسلام 100% تایید کرد. مثلا جزء سنت ایرانیان قبل از اسلام یکیش هم این بوده، ازدواج با مادر و خواهر. خوبه ای؟ ازدواج با محارم، این دو جزء فرهنگ ایران. استدلالشون هم این بود برای که نژادمون خالص بمونه. اگر با خواهر مادر خودمون ازدواج کنیم نژادمون خالص میمونه، بیگانه نیست دیگه توش. پدر با دختر، ازدواج پدر و دختر رایج بود در ایران قبل از اسلام.
این خوبه؟ نژاد آریایی؟ نژاد آریایی و ایران اولا ما نژاد خالصی نداریم، هیچ کسی نژادش قابل اثبات نیست، اینقدر این نژاد قرقاتی شده. حالا من نمیگم خر تو خر اینا چون توهین میشه، ولی اینقدر نژادا شیر تو شیر و قاطی پاتی شده. یه وقت میگه کسی میاد از ایران و باستان دفاع میکنه، نژادش مثلا مغول هستن، اصلا به تو چه مربوطه؟ کشوری به نام ایران که وجود نداشت در اون دوره، کشوری به نام ایران که وجود نداشت در اون دوره، کشوری به نام ایران که وجود نداشت در اون دوره. سرزمین ایران البته بود، ولی از قادسیه، جنگ قادسیه تا تأسیس دولت صفوی حکومتی به نام ایران نبود. و مثلا سلجوقیان و خوارزمشاهیان که در زمان اونها مولوی در بلخ به دنیا آمد، به نام ایران حکومت نمی‌کردن، اونا خوارزمشاهیان بودن به اصطلاح، یعنی از خارم خودشونو متعلق به خارزم می‌دونستن، اونم نه در مفهوم اینکه خارزم یه مملکتی باشه، در مفهوم اینکه خودشون اصلشون در خارزم، زادگاهشون خارزم بود. بنابراین بلخ و بسیاری شهرهای دیگه مراکز فرهنگی یک منطقه وسیعی بودن به نام خراسان. مولوی رو اگر به نظر من گیرش بیارید و امروز بپرسیدش تو کجایی هستی و کی هستی، بیش از هر چیز میانی مسلمانم، یعنی لایه اولی هویتش رو مذهبش میدونه. بعد از اون میگه من خراسانی هستم. و بعدم اگر بخواید بگید چگونه مسلمانی است، از کجای خراسان آمده، شهر خودش رو میگه، در بلخ به دنیا آمده و بلخ شهری است برای خود، بلخ قلمروی است، خطه است برای خودش. بنابراین مملکتی نبوده، نه کشوری به نام ترکیه بوده، نه کشوری به نام ایران بوده، نه کشوری به نام افغانستان بوده. اون چیزی که بوده خراسان بزرگی بوده که اسمن بخشی از امپراتوری اسلام بزرگ بوده که مرکزش بغداد بوده، ولی خب بسیاری از دیگه تا زمان قرن 13 هم که مولانا در اون به دنیا میاد، در 1207 به دنیا میاد، حکومت خلفای عباسی هم قلمش روندگی نداره، یعنی خراسان رو میشه قلم رو اونها ندونست. این است که مولوی رو میشه گفت اهل بلخه. مولوی یک مسلمان سنی، احتمالا حنفی مذهبه، چون پدرش هم حنفی مذهب بود، و ولی در هیچ کدام از اینها خودش هم خودش رو اسیر نگه نمیداره. یعنی اگر آقای ابن بطوطه گفته که مردم ایرانی گپ میزنه، کاملا غلط کرده. به خاطر که در اون زمان ایران وجود نداشت، ایران وجود نداشت، ایران وجود نداشت. اندیشه سیاسی کم نیستند کسانی که خلقیات و رفتارهای ایرانی را یکی از موانع توسعه انسانی میدانند. ایرانی ها الگوهای رفتاری معینی از خود بروز می دهند که اونها را مناسب همکار شدن نمی کند. این که من این حرف رو می زنم هم از تجربه شخصی من میاد و هم از تاریخ ایران یا از نگاهی دیگران به ایرانی ها داشتن. هم کتابی که شما اشاره کردین، کتاب جمالزاده، که جمع کرده سفرنامه‌های مختلف رو به ایران و یک سری خصوصیات یا خلقیات ایرانی رو معرفی کرده که بیشترشون حالا همچون گفتیم منفی هستن. در واقع همه این کسایی که این سفرنامه ها نوشتن، حالا یا سفیر بودن یا مسافر معمولی بودن یا بازرگان بودن، راجع به ایرانی نوشتن در همه دوران تاریخ، چند تا خصوصیت رو همیشه گفتن. گفتن ایرانی دروغ زیاد میگن، به ایرانی نمیشه اعتماد کرد، ایرانی ها چاپلوسی زیاد میکنن، دروغن. یاد رو همیشه گفتن. گفتن ایرانی دروغ زیاد میگن، به ایرانی نمیشه اعتماد کرد، ایرانی ها چاپلوسی زیاد میکنن، دروغن. یاد رو همیشه گفتن. گفتن ایرانی دروغ زیاد میگن، به ایرانی نمیشه اعتماد کرد، ایرانی ها چاپلوسی زیاد میکنن، دروغن. و اینا خصوصیاتی که وقتی دارن با دیگران، با ایرانی‌های دیگه صحبت میکنه، حالا یا به جوک یا به جدی، میگی ما ایرانی‌ها اینجوری هستیم. شاید بشه گفت این حالا جز خلقیات ایرانی هاست که اینجوریان. یه نژادپرستی توی کل ایران هست. یعنی ایرانی‌ها فکر میکنن که از همه بهترن. هست. یعنی ایرانی‌ها فکر میکنن که از همه بهترن. هست. یعنی ایرانی‌ها فکر میکنن که از همه بهترن و با همین نگاه هم با همه دنیا برخورد میکنن. مثلا تو همین سوئد خیلی هم تناقض دارن توی رفتارا. در این سفرنامه ها انقدر با اقشار مختلف صحبت شده و همشون هم یکی نیومده بگه مثلا خصوصیت اول ایرانیا چه میدونم مثلا فخشناسی. همشون گفتن اینا دروغن. همشون گفتن اینا دروغن. همشون گفتن اینا دروغن. ما وقتی میگیم ما ایرانیا دروغگوییم،
این تو ذهنمون میره که اوکی پس دروغ بودن چیز خیلی خیلی بدی نیست. اگه من یه بار دروغ گفتم عرف جامعه است، یعنی همونجوری که وقتی میگن آلمانیا منظمن یا وحشناسن، این کلیشه وجود داره، یعنی یه چیزی که اوکی این در جامعه اینا عرف پذیرفته دیگران هم سعی میکنن خودشون رو به این لباس